درود بر هموطنانم در جای جای این کره خاکی به این برنامه خبری از آبای ایران خوش آمدید. در دقایق پیش رو با یک خبر بسیار مهم و فوری در خدمت شما عزیزان هستیم پس تا انتها با ما همراه باشید. خبر فوری حمله مجدد آمریکا به سپاه پاسداران در سوریه اعلام وضعیت قرمز توسط فرمانده سپاه تعریف ایران کمی دستکاری خبر فوری حمله مجدد آمریکا به سپاه پاسداران در سوریه اعلام وضعیت قرمز توسط فرمانده سپاه در خبر فوقالعاده مهم و فوری ساعتی پیش ارتش آمریکا مقرهای مورد استفاده شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در ابوکمال در منطقه زور در شرق سوریه هدف قرار داد و تجهیزات و انبار مهم سپاه پاسداران را به تلی از خاک بدل کرد گفته شده حجم خسارات سپاه در سوریه بسیار بالا بوده و هنوز گزارشی در مورد تلفات احتمالی گزارش نشده است گفته شده صبح امروز پس از این حمله برقاسا فرماندهان ارشد نظامی به دستور سلامی فرمانده سپاه پاسداران جلسه امنیتی برگزار کردند و در این جلسه فرمانده سپاه ابلاغ وضعیت قرمز و جنگی را به تمام پایگاه های سپاه در ایران و خاور میانه ابلاغ کرده است همچنین در خبر فوق مهم دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به حمله های راکتی و موشکی به شمال این کشور ت... دادی از موازه حزب الله در جنوب لبنان را بمباران کرده است. حمله یک شنبه شب آمریکا به مواضع سپاه از سوی رسانه های سوری مخالف و حامی رژیم اسد گزارش شد. در ساعات منتهی به حمله های هوایی آمریکا، منابع محلی دستکم یک مورد حمله راکتی را به نیروهای آمریکایی در دیروزور زور گزارش کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه ابتدا خبر داد که یک هواپیمای جنگی ناشناس منطقی از حومه شهر ابو کمال در نزدیکی مرز سوریه و عراق را بمباران کرده است و سپس تایید کرد دو موزه سپاه پاسداران از سوی یک جنگنده آمریکایی مورد هدف قرار گرفته است این سازمان همزمان از حمله پی, در پی اسرائیل به غرب شهر نوا در استان درعا خبر داده و نوشت اسرائیل یک منطقه پرتاب موشک را هدف قرار داده است ارتش اسرائیل همچنان خبر داده یک حمله پهبادی به یک تیم در جنوب به لبنان انجام داده که موشکهایی را به منطقه کوه پرتاب کردند. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرد که سه راکت شلیک شده از سوی لبنان منجر به صدا در آمدن آژیر هشدار در منطقه شمالی اسرائیل شده بود که دو راکت رهگیری شد و یک راکت در منطقه باز سقوط کرد. حمله ها به مواضع شبه مورد حمایت ایران در پاسخ به حمله هایی که پیشتر از سوی آنان انجام شد در حالی صورت گرفت که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت حکومت ایران نمیخواهد جنگ گسترش یابد امیر عبداللهیان در مصاحبه با سی همچنین گزارش ها مبنی بر ارتباط مستقیم جمهوری اسلامی با حمله 7 اکتبر حماس را بی اساس خوانده و گفت حکومت ایران همیشه حمایت بین المللی. فلسطین داشته است جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر نیروهای نیابتی حکومت ایران در منطقه بار دیگر به پایگاه های آمریکایی حمله کنند ارتش آمریکا به مواضع آنان حمله خواهد کرد سالیوان روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی بی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا حملات اخیر آمریکا علیه تأسیسات مورد استفاده سپاه در سوریه و عراق بازدارنده بوده یا نه گفت ایالات متحده آنچه را که ما میگوییم انجام خواهد داد دنبال خواهد کرد او افزود ما گفتیم اگر به نیروهای ما حمله شود پاسخ می دهیم. پاسخ هم دادیم اگر دوباره به آنها حمله شود دوباره پاسخ می دهیم. این مقام بلند پایه امنیتی آمریکا تاکید کرد ما هوشیاریم زیرا شاهد افزایش تهدیدات علیه نیروهای خود در سراسر سر منطقه و افزایش خطر گسترش این درگیری به سایر نقاط منطقه هستیم به گفته ی سالیوان آمریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش تنش ها انجام می دهد. او با این حال گفت قصد ندارم آینده را پیش بینی کنم جز این که بگویم اگر به ما حمله شود پاسخ خواهیم داد. پنتاگون پنجشنبه چهار آبان در بیانیه گفت نیروهای نظامی آمریکا به دستور جو بایدن به دو مجموعه در شرق سوریه که سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش از آن استفاده می کردند حمله کردند. طبق این بیانیه این حمله ها در واکنش به حملات اخیر شبه نظامیان وابسته به ایران به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام شد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در حال گسترش عملیات زمینی خود در غزه هستند و جنگنده های نیروی دفاعی اسرائیل بیش از 450 هدف نظامی متعلق به حماس در نوار غزه از جمله مراکز فرماندهی عملیاتی، پست های دیدبانی و ایستگاه های پرتاب موشک ضد تانک را مورد حمله قرار دادند. در همین ارتباط، نشریه آمریکایی نشنال اینترست شنبه 6 آبان در یاد یادداشتی درباره تحولات غزه و نقشه جمهوری اسلامی ایران در حمله حماس به اسرائیل منتشر کرد. در این یادداشت به قلم جیمز فیلیپس، پژوهشگر ارشد امور میانه در مرکز مطالعات سیاست خارجی داگلاس و سارا آلیسون آمده است. روز هفتم اکتبر حماس بار دیگر با پنهان شدن پشت غیرنظامیان نظامیان غزه به طرز وحشیانه‌ای به شهروندان اسرائیل حمله کرد اما این بار حماس همچنین توانست از طریق حمله های قافلگیرانه هماهنگ شده از زمین دریا و هوا به دفاع مرزی اسرائیل نفوذ کند تهاجمی که بدون حمایت گسترده ایران در ارائه تسلیحات آموزش پشتیبانی لوجستیکی و کمک مالی ممکن نبود نویسنده این یادداشت در ادامه تاکید می ایران با راه اندازی جنگ اسرائیل و حماس جویای منحرف کردن مذاکرات عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی بود. جمهوری اسلامی ایران همچنین قصد داشت حواس اسرائیل و ایالات متحده را از برنامه تسلیحات هسته‌ای در حال گسترش خودش منحرف کند. از اهداف دیگر تهران برای راه چنین جنگی این بود که مردم معترض داخل کشور را از فساد، سوء مدیریت و سرکوب رژیم اسلامی حاکم بر ایران منحرف کند جمهوری اسلامی در عین حال میخواست اعراب و مسلمانان را علیه اسرائیل آمریکا و دولتهای عربی که با اسرائیل صلح اند تحریک کند جیمز فیلیپس در تحلیل خود میافزاید تهران همچنین سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای حزب الله و شبه نظامیان دیگر را در جنوب غربی سوریه نزدیک مرز اسرائیل بسیج و مستقر کرده تا برای حمله های بیشتر اسرائیل آماده شوند این در حالی است که به گفته مقام های اسرائیلی نیروهای حماس که با حمایت ایران توانمند و جسور شده بودند نه تنها توانستند بیش از 1400 اسرائیلی را که بیشترشان غیر نظامی بودند بکشند بلکه دو 222 نفر را نیز گروگان بگیرند نویسنده این یادداشت با اشاره به اینکه طبق گزارش ها حدود 500 نظامی متعلق به حماس یا جهاد اسلامی فلسطین در سپتامبر در داخل ایران آموزش دیدند او می نویسد دیکتاتوری ایران سالانه حدود 700 میلیون دلار برای قدرتمندتر شدن حزب الله سرمایه گذاری می کند و سالانه حدود 100 میلیون دلار به حماس کمک می کند و افزون بر این از دو گروه کوچکتر فلسطینی هم حمایت می کند با تمام شواهد موجود نباید تعجب آور باشد که ایران نقشی کلیدی در کمک به برنامه ریزی و حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل ایفا کرد. بنا به تاکید مقاله منتشره در نشنال اینترست گزارش حاکی از آن است که ماموران سپاه پاسداران ایران یک مرکز عملیات نظامی مشترک در بیروت ایجاد کردند که در طول جنگ کوچک 11 روزه ای که حماس در می 2021 آغاز کرد اقدامات حزب الله و حماس را هماهنگ می کرد. جیمز فیلیپس در ادامه می به دلیل بحران گروگانگیری شهروندان اسرائیلی درگیری کنونی بسیار مخربتر از جنگ قبلی است و احتمالا از درگیری های گذشته قزه دردناکتر و طولانی خواهد بود. بعید است که اسرائیل پیش از آزادسازی گروگان ها از طریق عملیات ویژه عملیات نظامی خود را متوقف کند در طرف دیگر نیز حماس گروگان ها را برگ برنده خود می داند و بعید است بدون گرفتن بهایی گذاف و تحقیرآمیز از اسرائیل برای آزادسازی آنها گامی بردارد در بخش دیگری از این یادداشت آمده است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تا کنون روی کرده مخاطر آمیز و ای در مورد مسائل مربوط به گروگانهای در دست جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است. دولت بایدن در اوت درباره یک معامله خطرناک مذاکره کرد که برای آزادی پنج گروگان آمریکایی 6 میلیارد دلار به ایران بپردازد. چون این اتفاقی اینک به این منجر شده که حماس هم به گروگانگیری روی آورد و میبینیم که آمریکایی نیز در میان تعداد زیادی از گروگان هایی هستند که حماس و جهاد اسلامی فلسطین گرفتند. جیمز فیلیپس با انتقاد از سیاست های نادرست دولت بایدن می آمریکا با شکست در اجرای تحریم ها علیه ایران از زمان روی کار آمدن بایدن وضعیت بد را بدتر کرد این سیاست به رژیم قارتگر ایران برای تأمین مالی گروه های نیابتیش از جمله حماس درآمد نفتی بیشتری داد و از فشار بر رژیم جمهوری اسلامی برای توقف برنامه تسلیحات هسته ای کاست دولت بایدن همچنین به 83 حمله پهبادی و موشکی که ایران و نیروهای نیابتی آن علیه نیرو نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه از ژانویه 2021 تا مارس گذشته انجام دادند پاسخ کافی نداد و شاهد بودیم که نیروهای ایالات متحده به شکل ضعیفی فقط با چهار عملیات مقابله کردند او در ادامه تاکید می کند بعید است که اسرائیل اشتباهات دولت کنونی آمریکا را مرتکب شود اینک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی حمله ای متقابل علیه حماس و همچنین نشانه گرفتن سر اختاپوس در تهران است در این مسیر ضروری است که ایالات متحده حمایت لازم را به اسرائیل ارائه دهد دولت بایدن باید تلاش های کوتاه را برای راضی کردن ایران از طریق کاهش تحریم ها متوقف کند زیرا در حالی که اسرائیل ایالات متحده و سایر متحدان آنها در خاور میانه در معرض حمله گروه های نیابتی ایران قرار میگیرند، گیرند، تقضیه کردن این اختاپوس منطقی نیست. یاران و همراهان گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. فراموش نکنید اتفاقات با سرعت در حال رقم خوردنه. پس در ساعت آینده و با برنامه های خبری آوای ایران از داخترین اخبار روز با خبر باشید.